وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. این روزها که حال و هوای معنوی رمضان همه جا را فرا گرفته، نوای خوش قرآن حال و هوای کبیرنشینان ایران زمین را نیز دلانگیزتر کرده است. برای میای مسجد که با قرآن بیشتر آشنا شیم. من با دوستان یک روز زودتر میام، اگه بتونیم معنیشو بخونیم، معنی جزو. اگر یک از آیات قرآن در ماه مبارک تلاوت بشه برابر است با یک با ختم قرآن. همین شرکت من انگیزه شد که پسرم جز اونایی باشه که در این مسجد قرآن رو تلاوت میکنه و از این موضوع خیلی خوشحال هستم. خیلی تاثیر داشته برای خودمون، زندگیمون، بچه هامون، برای همه. واقعا خیلی خوب بوده. صبح و عصر و شب در مساجد و حسینیه های طبس نوای روحانگیز و معنوی قرآن از بلندگوها تنین انداز است. در سطح شهرستان قریب 180 جلسه قرآنی و ترتیل خوانی قرآن در هر روز که یک جزء قرآن میخونن به حمدالله داره اقامه میشه. محافل قرآنی خود شهر طبس قریب 45 جلسه ترتیل خوانی قرآن هست. گاهی بعض مجالس چند هزار جمعیت داره، مثل امامزاده حسین ابن موسی الکاظم که هر روز ترتیل قرآن داره اونجا. گویی به برکت این ماه مبارک این صفا و معنویت در همه جای شهر جاری شده است. با برگزاری مراسمات جزخوانی قرآن کریم در مساجد محوری شهرستان طبس، فضای میخات و رضا به نسیم کلام وحی اطراگین شده است. وحید الهی، خبرگزاری صدا و سیما، طبس گلشن.